سلام، به صفحه دو خوش آمدید. غلام حسین محسنی اژه‌ای در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان زندان‌ها حرفی زده که بسیاری را به یاد دوران توابسازی در دهه 60 انداخته. معاون قوه قضاییه ایران گفته که به موضوع توبه در نظام جمهوری اسلامی به طور شایسته پرداخته نشده و از رئیس جدید سازمان زندان‌ها خواسته فصل جدیدی در این باب باز کند. او یک بار دیگر هم امروز از این حرفهایش دفاع کرده. توبه و توابسازی فرهنگی است که در دهه‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف و متفاوتی بروز و ظهور یافته. بازگشت به این رویکرد چه معنایی دارد و چه تأثیری بر فضای سیاسی و امنیتی ایران خواهد داشت؟ سه میهمان داریم. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه اکسفورد از همین شهر با ماست. خانم میزر در سالهای پیش و پس از انقلاب جزو فعالان سیاسی چپ بودند و معتقدند درصد اندکی از زندانیان تواب شدند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ماست. آقای افشاری زمانی که فعال سیاسی دانشجویی بودند بازداشت شدند در دهه 70، مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خودشون هم شدند. و حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی و پژوهشگر حقوق بین الملل از تهران همراه ما هستند. آقای اسدی زیدآبادی هم در سالهای بعد از جنبش سبز در ایران بازداشت و زندانی شدند. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. به نظر شما آقای افشاری، چرا آقای معاون قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای این حرف ها رو مطرح کرده اساسا؟ خب در نگاه اول همون تحلیلی که در طول برنامه برشمردید، دوباره اون سابقه و عملکرد پررنگ توابسازی در نظام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از هم متبادر میشه. منتهی خود اگر دقیق تر بررسی بکنیم این صحبت ها رو، به نظر من خب جدا از این که یک محملی رو برای کاهش تعداد زندانیان فراهم میکنه که به حال معضلی شده برای جمهوری اسلامی به دلایل مختلف، به خصوص در دوران بحران زیستی کرونا که چشمانداز آیندهش هم معلوم نیست و به هر صورت نظام تحت انتقادات زیادی هست به خاطر اینکه به حال زندانیان در معرض خطر بیشتری هستن. منتها من شخصا بیشتر فکر میکنم آقای محسنی اژه‌ای انگیزه شخصی در این صحبت ها هم داره و میشه ارتباطی بین برجسته سازی تواب سازی در سطح کلی زندانیان با افزایش فساد لجام‌گسیخته در جمهوری اسلامی برقرار کرد. یعنی الان متهمان به اصطلاح یقه سفید که از مسئولان نظام و بوروکرات‌های حکومتی هستن، اقشار مرفع جامعه هستن، اینها دارن میرن زندان. این پدیده کم سابقه در حیات جمهوری اسلامی هست و چه بسا خود آقای محسنی اژه‌ای هم که به هر صورت اتهامات اقتصادی و مالی زیادی پیرامونش از گذشته تا حال مطرح بوده، یکی از قربانیان آتی باشه. نه. و این هم به نوعی شاید یک محملی باشه برای حل مشکل این دسته از مقامات و به اصطلاح رجال سیاسی جمهوری اسلامی که اگر به زندان افتادن برای تحمل مجازات، یک بستری فراهم بشه که بتونن تحت عنوان توبه زودتر از موعد از زندان آزاد بشن یا مجازاتاشو متوقع بشن. صحیح، ولی این توبه اساساً اگر که بهش نگاه بکنیم یک بحث مذهبیه. اینطور نیست خانم میزر؟ بیشتر هم در دهه 60 در مورد زندانیان چپ مطرح بود که اینها به قولی کافر هستن، حالا بیان توبه کنن و مسلمان بشن و نمازخون بشن و اینها. در دهه 90 چطور این ترجمه میشه به وضعیت فعلی؟ خیلی سخته تصورش. البته توبه شامل مجاهدین هم بود و فکر کنم، البته من تعداد دستم نیست، ولی شاید توبه در میان هواداران حداقل تشکیلاتی که من بود باش فعالیت میکردم کمتر بود تا شاید بقیه جریان ها، اونا رو نمیدونم. در جریانی که من باش فعالیت میکردم خوردن سیانور ترجیح داده میشد. ممکنه بفرمایید که جریانی که باش فعالیت میکردید چی بود در اون سال؟ چهره‌های فدایی خلق ایران اقلی. بله. و اکثر کسایی که من میشناختم قبل از زندان خودشون رو کشتند اگه میتونستن، مخصوصا تشکیلاتی ها. الان سخته. من قبول دارم یه جنبش قضیه کم کردن زندانی هاست، یه جنبش کروناست، یه جنبش شاید توبه اقتصادیه. یعنی این کسایی که محکومیت اقتصادی در پیش دارن در پی اینن که توبه بعد از این همه دزدی هایی که شده شاید از اتهام زندان
راحت بشن. خیلی سخته برای اینکه ببینیم منظور چیه. ببینید یک جنبه دیگرش اینه که جمهوری اسلامی اقتدار هر کی مخالفشه در اشتباهه و مثلا به فعالین کارگری، به یکی از فعالین کارگری امروز گفته شده که عفو بخواه و چون او قبول نکرده بهش گفتن باید بیای زندان روز یک شنبه. درسته اینا کسایی هستند که یه دور عفو شده بودن بدون اینکه عفو بخواه، حالا بهشون میگن باید عفو بخواهی. باز من منظور رو نمیفهمم جز اینکه جریان‌های مختلف ارزیابی مختلفی از جرم اینها دارند و در مقاطع مختلفی لازم تنبیه بیشتری بشه. مثلا تظاهراتی هست در پاسخ به اون عفو پس گرفته میشه. منطقی من درش نمیدونم. آقای عطایی زیدآبادی، شما چه فکر میکنید در مورد همین صحبتهایی که مطرح شد و آیا اساسا فکر میکنید هرگز این روند توبه و تواب کردن مخالفان متوقف شده بوده؟ ببینید، من فکر میکنم که به ویژه اگر بخوایم به صحبت‌های آقای اژه‌ای که اخیراً همونجور که گفتید موضوع بحث ما هست اشاره بکنیم، همونطوری که دیگر مهمان گفتند و در صحبت‌های کلی آقای اژه‌ای هم اگر نگاه بکنیم، مسئله این که دارن توضیح میدن به عنوان یکی از راهکارهایی که جمعیت کیفری کشور بتونه کاهش پیدا بکنه. شما میدونید که ما تا یکی دو سال پیش در ایران یکی از بزرگترین جمعیت‌های کیفری رو داشتیم. فکر می‌کنم که مثلا در 10 کشور اول بودیم در این رده‌بندی از نظر نسبت جمعیت کیفری، یعنی اون تعداد افرادی که در زندان‌ها به سر می‌برن برای مجازات حبس یا به هر حال در بازداشت هستن. و خب این خیلی مسائل رو ایجاد کرده بود. یکی از راه‌هایی که در همه جای دنیا برای کاهش جمعیت کیفری هست، علاوه بر مجازات‌های جایگزین حبس که الان سیستم قضایی ایران هم در اولویت خودش قرار داده، همین بحث عفو هست و درخواست عفو، و که عفو در واقع و در اصل یک موضوع غیر حقوقی و غیر قضایی هست. عفو بر اثر توبه منظورتونه، یعنی کسی توبه کنه و عفو بشه؟ بله دیگه، به هر حال عفو همیشه با یک ابراز ندامتی همراه هست. اگر قرار باشه این، یعنی در واقع وقتی که عفو صورت میگیره یا توبه هست، اصل اینه که هم به اصطلاح متهم یا مجرم، کسی که حبس هست، جرم خودش رو پذیرفته و ارتکاب خودش رو، گناهکار بودن خودش رو، و بنابراین این یک درجه از تنبه رو به اصطلاح ایجاد میکنه و قانونگذار فرض میکنه که دیگه حالا برای اینکه این فرد بتونه به جامعه برگرده و در اینجا برای اینکه بتونیم جمعیت کیفری رو کاهش پیدا بکنیم اینجوری بود. ولی اگه من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، ولی بخش بزرگی از جمعیت کیفری ایران در واقع متهمان و مجرمانی هستند که مربوط به پرونده های مواد مخدرن، اینطور نیست؟ با اونها هم میشه یا این توبه قراره به کی ارائه بشه؟ چه کسانی حق توبه داشته باشن؟ آیا هیچ ایده ای داریم در این زمینه که کیا میتونن توبه کنن؟ ببینید، من یه توضیح فقط بدم، عرض قبلیمو تکمیل بکنم، که ما یه چیزی حدود در اوجش نزدیک 270 هزار نفر جمعیت کیفریمون بود که الان اینجوری که منابع غیر رسمی من شنیدم و اینها، بعد از این ماجرای مثلا مرخصی هایی که بر اثر شیوع کرونا بود، این عدد به حدود 170-80 هزار رسیده. یعنی که 100 هزار نفر از این جمعیت کاسته شده، زندان ها خلوت شدن، اداره زندان ها هم از لحاظ هزینه ها بسیار درد سرساز بود و این یک تصمیمیه که نظام گرفته. شما هم در عفوهایی که میبینید که مقام رهبری صادر میکنه و یک شرایطی رو میذارن و میگن هر کس با این شرایط هست. اما توبه به صورت کلی در نظام حقوقی ایران ما اساسا یک عنوانی داریم به عنوان توبه و یک مسئله داریم به نام ابراز ندامت. این دوتا مسئله جداست. توبه، ببینید، به هر حال نظام حقوقی ایران یک نظام، در واقع مثلا کیفری ایران یک نظام کیفریه که از شریعت گرفته شده. بنابراین ما برخی از جرایممون چون که گناه هستن، یعنی گناه شرعی هستن،
مستوجب مجازاتن در دادستانی و دادگاه و زندان و اینها. اما بعضی از جرایم هم هستن که گناه نیستن. توبه ما در به اصطلاح فصول اول قانون مجازات اسلامی بحثی داریم به عنوان توبه، که این هم از ابداعاتیه که در واقع از ورودی‌های جدیدیه که در قانون مجازات سال 1392 اضافه شده و یکی از شیوه هاییه که میخواد مخصوصا جرائم مستوجب حد، یعنی همون جرائمی که هم گناه هستند و هم یعنی گناه کبیره هستند عموما و مجازات شرعی دارن. حالا من فکر کنم که این مقدار زیادتر از وقتم موضوع جالب شد کردم. از این نظر که من میخوام اینجا آقای افشاری رو وارد کنم. آقای افشاری، شما حتما خودتونم من دیدم در این باره نوشتید، بارها دیدید که افرادی که فعال سیاسی هستن، فعال مدنی هستن، بهشون اتهاماتی زده میشه که به لحاظ مذهبی مسئله است. یعنی که مثلا اگر کسی فعال دانشجویی بوده، یه اتهام هم همیشه اون کنار داشته که مثلا شرب خمر هم کرده، بنابراین اون هم اضافه میشده به داستان. واقعا فکر میکنید چقدر این دلیل این که اینجور اتهامات رو میگذاشتند این بود که بتونن از این در واقع شیوه توبه استفاده کنن؟ مثلا در مورد خود شما چقدر اینجور چیزها جواب میداد؟ شما رو مجبور کردن بیاین تو تلویزیون علی خودتون حرف بزنید، به نوعی اون هم مثلا در واقع ابراز ندامت یا همون چیزی که بعدها البته مشخص شد شما چرا این کار کردید. ممکنه این مقدار توضیح بدید چه شرایطی فراهم میکنن برای افراد برای اینکه برسن به این نقطه؟ بله، ببینید یه چند تا موضوع اینجا مطرح شد، من توضیح بدم. بین عفو و توبه تفاوت وجود داره و نظام قضایی جمهوری اسلامی چون خودش حکومت دینی هست، یه نظام شرع بنیاد هست و این مفهوم توبه در تمامی مجازات هایی که به حدود به اصطلاح شرعی یا الهی مربوط میشه وجود داره و اگر فرد توبه کنه تخفیف هایی در اون مجازات اعمال میشه. ولی من میخوام بحث تواب سازی رو از این بحث ها بیارم. ببینید این صحبت های آقای اجری هم یک راهی رو باز کرده به عنوان بدیل اصلاح که یک مفهوم مدرن هست در نظام قضایی دنیا، که نظام قضایی جمهوری اسلامی از اساس ساختارش با اون تعارض داره، که به هر حال هدف انتقام گیری یا نابود کردن مجرم نیست، در نهایت هدف نظام مجازات باید اصلاح مثلا متهم یا مجرم باشه. اما از اینها بگذریم، ببینید مسئله تواب سازی البته شخصا برای من از اون دسته اتهامات مطرح نبوده هیچ وقت، اما ببینید ما باید توجه بکنیم که تواب سازی یک پدیده سیاسیه از ابراز ندامت. کسی که تقاضا عفو میکنه یعنی میپذیره که خطا کرده. یه وقت از این در سطح حقوقی و خود جرم هست، یک وقت پس میاد بالاتر، توبه مفهوم بالاتری رو نشون میده که در حوزه نظری هم هست، یعنی یک مفهوم سیاسی پشت سر این قضیه هست. اگر ما تاریخ، من به آلا پرونده خودم هم ورود میکنم، تاریخ تواب سازی جمهوری اسلامی رو ببینیم، ما چند سطح تواب میبینیم. یک سری سطح عملیاتی هست، نیروی رو میگیرن وادار میکنن که اطلاعات اول خودش رو، همفکرانش رو، گروهش رو بده و بعد تبدیل شه به بخشی از تیم عملیاتی بازجویی که مثلا میرفتن قرارسر قرارها به سراغ افراد همدستشون رو شناسایی. بیشتر دهه 60 اتفاق میافتاد. تیمی لو میدادن این کارا از و تو زندان اذیت و آزار گروه خودشون رو میکردن و حتی بدتر از زندانمان ها برخوردهای خشنتری میکردن. برخی از نیرو حتی ارتقا پیدا کردن و بخشی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم در دههای بعدی شدن. یک دسته دیگر رو تواب میکنن به عنوان رهبران سیاسی جناح خودشون که با اون اعتبار اون جریان سیاسی رو از بین ببرن و باعث ریزش نیرو بشن، اتفاقی که برای رهبران حزب توده و سازمان پیکار رو خود مهمان مثال. اما اون دسته ای هستش که فراتر میخوان تو عرصه سیاسی اونها رو اثرگذاری بکنن. اون پرونده که من و زندیات مهندس صحابی گرفتار شدیم، برای ما اساسا هدف گذاری شده بود که ما باید میشکستیم و حرف‌هایی که حرف‌های تیم بازجویی نبود، حرف‌های نظام بود. این جمع‌بندی در سطوح بالای نظام در اون مقطع بخش‌های غیر انتخابی شده بود و عملاً تیم اطلاعات موازی هم اونجا شکل گرفت، مستقیم با بیت رهبری در ارتباط بودن. اولین حرفی که قاضی من در شعبه 26 دادگاه انقلاب آقای حداد بودن اون مقطع، اولین جلسه که من رفتم به من گفت که بعد چند تا سوال و جواب گفت شما باید تعدیل بشید، خیلی تون شدی. که من گفتم آقای حرف چیه، شما قاضی هستی باید بگی من جرمی کردم یا نه.
این به خود من مربوطه. بعدها من در زندان تحت فشارهای بسیار سنگین و بی‌سابقه جسمانی و روانی قرار گرفتم، فهمیدم هر کون تعدید یعنی چی. و پروژه این بود که من و مهندس صحابی اول باید میشکستیم، میپذیرفتیم خطا کردیم، در خدمت جریان برانداز بودیم، بعد حرفهایی رو که اونها میگفتن رو باید میپذیرفتیم در قالب پروژه آشتی ملی و اینکه اپوزیسیون تندروی کرده، اصلاحات تندروی کرده، باید بریم به سمت تعامل با نظام. این رو بیام نه در به اصطلاح زندان، قرار بود ما آزاد بشیم. این عین برنامه بود، هم با من هم با مهندس صحابی که خب خیلی زودتر از من اتفاق براش افتاد، ولی خب فیلم مصاحبه ایشون هیچگاه پخش نشد که در اون مصاحبه حرفای عجیبی رو ازشون گرفته بودن باید. که من در تمامی زندگیم فقط خیانت کردم، خطا کردم و از این حرفا. این قرار بود که حالا من و ایشون بیام در دانشگاه ها، در صدا سیما حرف بزنیم و اون تیم یک برداشت به نظر من بسیار غلط و ساده لوحانه و چه بسا احمقانه ای داشتن که فکر میکردن حالا اگر من علی افشاری که مورد توجه بخشی از جنبش دانشجویی بودم، یا مهندس صحابی که مورد توجه بخشی از جامعه بود، یا ما هر دو، اگر حرفمون عوض بشه، اونها که در دیروز طرفدار ما بودن مثلا تحت تاثیر قرار میگیرن. بله، این نوع برخوردی بود که در اون پرونده انجام. اینی که میگید جالب هست، برای اینکه یه زمانی تصور این بود، برای اینکه این قضیه اووردن افراد در تلویزیون و علیه خودشون صحبت کردن از سالهای اولیه انقلاب در جریان بود. ولی خانم میزر، از یه جایی به بعد به نظر میرسه که داستان عوض شد. افراد باور نمی کنند اعترافات تلویزیونی رو. هر کی میاد تو تلویزیون اعتراف میکنه، عده‌ای متوجهن که، یعنی همه تقریبا متوجهن که به هر حال تحت فشار شدید داره صحبت میکنه، به خصوص مثلا بعد از پرونده مازیار ابراهیمی و این داستانی که سر کشتن دانشمندان هسته‌ای مطرح شد، خیلی نگاه‌ها روشن هست به این قضیه. پس چرا فکر می‌کنه هنوز هم باز می‌بینیم که هم اعتراف تلویزیونی صورت می‌گیره، هم الان باز با این حرفای آقای اجایی توابسازی و توبه در صدر کار قرار می‌گیره؟ میشه گفت که یک مقطعی رسید این کار که دیگه ارزش عملیش رو نداشت. همونطور که میگید، من فکر می‌کنم اینقدر تعداد آدمای اومدن بیرون و گفتن تحت فشار این کار رو کردیم، این حرف رو زدیم، خانوادمون رو داشتن تهدید میکردن، این حرف رو زدیم غیره، که واقعا کسی فکر میکنم بجز یک حلقه خیلی نزدیکی حول رژیم و دولت باور بکنه این نوع توبه ها رو یا این نوع حضور در مصاحبه ها رو. ولی با این همه به نظر من برای دولت‌های سرکوبگر واقعا این یه راه حلیه دیگه، این یه راه حلیه برای اینکه فشار رو بیشتر بکنن، برای اینکه بالاخره کار دیگه‌ای که نمیتونن بکنن. اکثر کسانی که حداقل از نظر سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن، از دید من نوعی بیگناهن، در نتیجه چیزی ندارند که راجبش عفو بخوان یا در رابطش توبه بکنن. جرمشون اینه که با نظام حاکم مخالفن و جرم دیگه ندارن. یه عدهشون مثلا کسایی هستند که در یه تظاهراتی گفتن چرا به کارگرا بعد از مثلا 6 ماه حقوق ندادید. درسته یه تعداد زیادشون شامل این جمع. خب اینها بیان به چی اعتراف بکنن جز اینکه به یک داستان دروغی اعتراف بکنن؟ و اون داستان دروغ حتی در مقطعی که دارن تحت فشار مطرح میکنن واضح داستان ساختگیه. این آدم ها قبلش سابقه ای دارن، دیگران میشناسنشون. بله. به همین دلیل من واقعا منطق این رو تنها در باز شدنش در مرحله کنونی رو میذارم پای پراگماتیزمی که در اول برنامه بهش اشاره شد، زندان ها باید جمعیتش کم بشه. و این وسط نگرانی من اینه که اتفاقا با زیاد شدن کسانی که به خاطر مسائل اقتصادی از درون حاکمیت دارند محاکمه بشن، این یه راه حلیست برای این که اونها رو نجات بده. بله. آقای افشاری همین رو گفتن. من فقط میخوام خانم میزر یه مقایسه دوباره در اینجا داشته باشیم به اون پروژه توافسازی که اوائل انقلاب بود. قبلا هم بی بی سی در این مورد گزارش درست کرده بود و با افرادی صحبت کرده بود، افرادی که میگن در زندان مجبور شدند با
همبندانشون برخوردهای خشن فیزیکی داشته باشن، حتی در مراسم اعدام شرکت کنن، در مواردی اعدام کنن، حالا شکنجه کنن. ممکنه شما بگید که چقدر اون موقع که شما به هر حال فعال سیاسی بودید و میدونستید فضا چطور، چقدر این دیده شده بود، چقدر شما دیده بود؟ گفتید که در مورد مثلا چریکای فدای خلق اقلیت خیلی کم بود، در مورد بقیه فعالان سیاسی چطور بود؟ بقیه اینهایی که این کار کردن بعد چی شدن؟ کسانی که زندانی بودن طبعا در مواقع که اومدن بیرون مواردی از این رو اشاره کردن. تاکید من بر این بود که این یه درصد بالایی از زندانیان سیاسی دهه 60 نبوده. اول اینو مشخص کنیم. خب یه عده تواب شاید شدن، ولی تواب شدن هم درجاتی داشته. اینی که شلیک کنن بر به اصطلاح هم سازمانی خودشون، تا اونجا که من میدونم در سازمانهای چپ کم بوده. من راجع به مجاهدین و زندانیان مجاهدین اطلاع ندارم و در نتیجه نمیگم بوده نمیگم نبوده. در زندانیان چپ درصد پایین بوده. ولی طبیعی است که اصلا کل این پدیده تواب سازی این زندانیان رو داغون کرده از نظر روحی. اینها کسایی هستند که حتی بعد از گذراندن 15 سال مواردی 20 سال زندان اومدن بیرون و از نظر روحی روانی آنچنان در هم شکسته بودند که یا عمرشون خیلی کوتاه بوده یا اینکه واقعا میشه گفت بیماری روانی عمیقی داشتن و میشه تصور کرد که چنین حرکتی چه اثری بر یک فعال سیاسی میذاره که از اول هم درگیریش در مسائل سیاسی به خاطر منافع مالی نبوده، به خاطر مقام نبوده، با یه آمال و آرزوی رفته پی این کار و تبدیل بود. آقای اسدی زیدآبادی، دیروز توییت های منتشر شد. به طور مشخص یک خبرنگاری که حکم زندان گرفته بود یه توییتی کرد و نوشت که من نسبت به توییت های قبلیش به نوعی عذرخواهی کرد و گفت من اصلا منظورم از توییت های قبلی این نبوده که حکم من میپذیرم، قانون من حکم من میپذیرم. این برداشت شد که تحت فشار این کار کرده به خاطر اینکه به هر حال مشخص بود که به نوعی داره از حرفهای قبلیش عقب نشینی میکنه. آیا میشه گفت که شرایط در واقع فشار و توبه سازی نه فقط در درون زندان ها، در بیرون زندان ها هم در جریانه؟ ببینید، البته من در مورد خانم جمشیدی امروز پرسجو هم کردم و اطلاع حاصل کردم که بله، ایشون هم یکی دو روز پیش ظاهرا از طرف نهاد امنیتی احضار شده بودن و باشون صحبتی شده بود در همین رابطه. البته نمیدونم که، و تلاش کردم که امروز با ایشون ارتباطی بگیرم، متاسفانه نتونستم پیداشون کنم. اما جدا از این، بله ببینید، به هر حال وقتی که مسئله حاکمیت و قانون وجود نداشته باشه و جرم و مجازات جنبه قانونی نداشته باشه و جنبه فردی داشته باشه، جنبه فکری و اعتقادی و سلیقه باشه، طبیعیه که وقتی شما یک نظری رو بیان میکنید در سطح افکار عمومی که خب مثلا دستگاه امنیتی از اون خوشش نمیاد، تلاش میکنه که در همون فضای افکار عمومی هم همون حرف پس گرفته بشه و احساس میکنه که مثلا اگر یک فردی یک اعتباری داره یک صحبتی میکنه، این البته خب به یه معنی ضعف اون جریان و اون دستگاه امنیتی رو هم در نزد افکار عمومی میتونه این نشون بده که خب یعنی من حرف خودم و حرف یک نهاد مثلا قانونی اعتبار نداره و مجبورم از حرف یک کسی که به هر حال متهمه یا محکومه حتی حرف اون رو در جامعه بخوام ازش استفاده بکنم. اما اگر بخوام برگردم به موضوع توبه و صحبت‌هایی که شد، اجازه بدید من یک دو تا نکته عرض کنم خدمتتون. یکی در مورد این که حالا این صحبت‌های آقای اژه‌ای ممکنه که در رابطه با این باشه که به هر حال کسانی از مقامات میخوان محاکمه بشن و اینها، من حقیقت با این دیدگاه موافق نیستم، چون که خب به سادگی نیازی به این کار نیست. اون افراد رو محاکمه نمی‌کنن که بعد بخوان با توبه اونا رو مثلا از زندان بیارم بیرون، کما اینکه خب ما میبینیم که
از همین وزرای دولت آقای احمدی نژاد، از به اصطلاح مقامات اجرایی و حتی قضایی که قبلا محاکمه شدن به عنوان جرائم اقتصادی، همین چند وقت پیش هم من خبری رو توییت کرده بودم، اینا خیلیشون هم از زندان بیرون هستند و با اینکه در زندان هستند، یعنی محکوم به حبس هستند، ولی عملا با مرخصی بیرون هستند و این حالا نیاز به رسیدگی داره، اما خیلی هم ربطی به توبه نداره. اما ببینید، حالا جالبه وقتی ما به ساخت قانون نگاه میکنیم، ماده 114 قانون مجازات اسلامی در رابطه با توبه است، 114 و 115. اونجا وقتی نگاه میکنیم، اولا در جرائم مستوجب حد، اونیش که حالا این مقداری ربط داره به مسائل سیاسی و امنیتی، محاربه است که در اونجا میگه توبه اساسا پذیرفته نیست. و در جرائمی که معمولا به عنوان جرائم سیاسی شناخته میشه، مثل همین اونایی که جدی تره، مثل اجتماع و تبانی علیه نظام، علیه امنیت کشور، که این هم حالا یک چیز جدیه که معمولا گرفتار میشن فعالین سیاسی و مدنی با اون، اونجا هم در واقع جزء جرائم درجه مجازاتش جوری هست که ماده 115 اون رو خارج میکنه از حوزه توبه. یعنی اگر ما به قانون نگاه بکنیم، اتفاقا اون چیزایی که جرائمی که یک ربط و به اصطلاح خطی دارن به جرائم امنیتی سیاسی، اساساً توبه پذیر نیستن، توبه ناپذیرن. ولی آن چیزی رو که به عنوان ابراز ندامت میبینیم و در افکار عمومی معمولا مطرح میشه و اینا، اتفاقا همون افرادی هست که با این تیپ جرائم مواجه هستن، متهم هستن به اونها. برای این یه ترکیب جالبیه. و همطور باز یه نکته دیگه ای که بخوایم اگر به قانون نگاه کنیم، آقای زیدآبادی، من میخوام عذرخواهی کنم چون وقت ما تموم شده، برنامه ما به پایان رسیده. ممنونم آقای اسدی زیدآبادی، آقای افشاری، خانم میزر، و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.